میخوای دست بزنی؟ اومدم از اگه میخوای دست بزنی دست بزن. یک دو سه سلام. سلام, سلام به سلام. همه آه. دوستان عزیز و ارجمند برگشتیم با یه اپیزود دیگه 30ش استو چهار. یه روز مونده یک روز شا? یک روز یه اپیزود مونده یه اپیزود اگه کابوسه دو اپیزود امسال کابوسه بله امسال خارجی کابوسه خارجی 29 بردا 29 من بسته بودم روی 29 روز آقا من از وسط ما فکر کردم امروز ماه تمام میشه یعنی بسته بودم رو چارشنبه شما این حساب کتاب دقیق داری که برات فرق ایجاد برا من واقعا آره. یه جوری برا من هیچ فرقی نداره خدا یه روز. خدا نه برا من فرق داری چرا؟ تعداد ویدیوهایی که توی ماه باید بذاری مثلا فردا که چند شنبه است پنج شنبه بله. بله. بله الان پنج, شنبه شبا میذاریم دیگه میفته تو ماه بعدی لیتردی چون که دوازده و نیم صبح اینجا میذاریم میفته تو ماه بعد یعنی من باید ماهامو بچینم که یه تعداد ویدیو خاص رو داشته باشه فرش شما چی جان؟ زیاد فرد نمی کنه حقوق اجاره آره بابا همه چی فرمون یه روز دیگه برای برای کسی بعضی موقع واقعا یه روزم یه روز آقا به قرآن میرد واقعا بعضی موقع دو ساعت دو ساعت اینجوری ببین یعنی اینطوریه که میاد رفته یعنی اینطوری که من صبح که بولم میشم میگم خب ما الان دیگه با فکر ماها بکنیم نه فردا با فکر ماها بکنم که چجوری بگذارم میگ میگه آره واقعا شوهر رو در نقطه تماس به شما داشتین یه امری میکردین بفهم. دو. در مورد کسایی که حقوق سلری میگیرن یعنی که مثلا در ماه یه عددیه فیکسه اون یه ذره برام بد میشه وقتی آره تو گریه برای اینکه این یه روز معلوم نمیشه که که پولتون رو میدن یا نمیدن مگر اینکه نمیدن دیگه نه یعنی بعد بعد دیرتر اون پولا رو میدن یه روز دیرتر میدن ولی میدن نه دیگه یه جوری اصلا چرا یه روز دیرتر میدن تو همیشه روی میگیری برای 28 روز نه برای یک ماه میگیری خب بعد امسال بگه. یک ماهت یه روز بیشتره همینی همینی. و در واقع برای اون یه روز پول نمیگیری اینجوری که من فهمیدم همین دیگه آره یعنی یه حالا دیگه تو چهار سال, برای اون <تصفح> یه روز بهتون میدن <تصفح> والنتیر همینو میگن فرقی نداره حالا تو بگو 28 و آره. 29 آره <تصفح> نه 31 اگه سی روز بود خیلی به من خیلی بیشتر روز داشتم من که قبلش گفتم من چهار ساله از خونه دارم کار میکنم چرا نمیدی چرا نمیتونی یعنی بیرون کار امتحان, امتحان, امتحان کردی یه مدت یه مدت میرفتم کتابخونه آره جا. میگفتی خیلی اونجا مثل چالش های خودش رو بکن چالش <laughs> چالش <laughs> اینترنت ما داشتیم چالش وی پی کار شما چیز دیگه آره اینترنت باید نه بعد از جواب میتینگ ها خیلی زیاد شد دیگه کتابخونه نمیشه مثلا اون موقع یادم کم بود من میرفتم صبح بوک میکردم اگه میتینگ داشتم یه اتاقهای خاصی داشت که بالاش باز بود یعنی صدات میرفت بیرون اوه اتاق آره ولی از یه جواب دیگه هر چیزی نمیشد اونجا هر صحبتی رو بعد چیز شد یادم یه بارم رفتم بوک کرده بودم صحبت میکردم بعد شارژ ایرپادم هم تموم شد شدم رو اسپیکر خودم هم دهنش از سوندونم به لپتوپ اصلا یه فضای روحانی شده بود طبقه هم سه چهار کتاب خونه اونجا که بودم زخته. یکی از نه اون موقع گفتم نه یکی از کسایی که ما رو گوش می اومد. اومد میخواستم آره خیلی باحال بود. من کار میکنم یا اون سوال خیلی هفته پیش من میخواستم در مورد این دوستمون صحبت کنم ولی اسمش رو یادم رفت دوباره بعد بپرسم الان. شما ادامه بدید من بپرسم. یه دوستی هست حالا من اسمشون رو میپرسم میگم که توی استرالیا خیلی من یعنی من اگه هایر میکردم بهشون پول میدادم که بره اینطوری پرچم من به بره بالا ایشون به این خوبی تا اول دو بار برای من اتفاق افتاده و هر دوبارش هم از, از سر خودکست بوده یه رفتش ما اینجا مامان همینه داشتن یکی رو پاگوشا میکردن یه رستورانی گرفته بودیم اینا توی داونتاون کل اون رستوران ایرانی رو مثلا خانواده مثلا سی نفر بودیم گرفته بودیم یه رستوران خاقان توی دنمن. دنمن آره کوچیکه بعد اینجوری که نشسته بودیم مثلا ما که سنمون کم تر جوان بودیم لب پنجره نشسته بودیم منم دقیقا بغل پنجره نشسته بودم یعنی پیاده دست رو دست چپم کنار پیاده رو یه آقای اومد رد شد و با همسرش بود با یه پارتنرش بود اومد رد شد و رد شد و بعد دوره برگشت اومد تو شیشه شبم بود من نگاه کرد اومد تو در رو کرد اومد تو گفت من پادکست کارم. شما رو نگاه میکنم و با هم عکس بعد اون موقع از کسی منو نه اصلا هیچ <تصفح> کس یعنی از اولین باری بود که یکی منو میشه آره شما رو زیاد اومد با کل باید اومد عکس گرفت با همه خانواده تو بودن که او این مثلا میگه ما مثلا چند پادکست واقعا <تصفح> <می تصفح> یه یک کاری دارن میکنن ببین یکی اون روی منو خرید یکی همین آقا <applause> مثل اینکه یه مهمونی بوده و حالا اسم من میاد و میگه که شما مثلا میشناسین و جلو خانواده من دیگه این آقا هر چی داشتیم و تعریف کرد خدا چیزای بدو نگفته یعنی من هر چی سعی کردم ببینم مثلا تو پادکست خب ما خیلی چیزای عجیب غریبی گفتیم در مورد خودمون و زندگیمون و اینا چیزایی که معقول بوده رو گفتم و خیلی آبرمون رو خریدن دمشون یعنی واقعا یه تماس من... تصویری بایشون با داشته باشیم ببین حالا دیگه این شاله اگه من برم استرالیا خودشون رو از نزدیک ببینم ازشون تشکر کنم چون میگم من همچین او... کردیت پول پیش یکی بره تو رو پیش باید ببره بالا همین همینو بخواستن من این همین رو گفتم اولش گفتم مگه اگه بهشون پول میدادم به این خوبی انجام نمیشد کردیتی که ایشون برای من پیش پدرم خرید من توی سی یک سال نتونستم استرالیا میخوای بری؟ بعدم نمیاد باره. چون میدونی اونم ببر اید هر کی میاد بیاد بریم آقا نه خیلی دوست دارم برم اید. نه اید که من اید. چون من اید هیچ کس از خانواده من اینجا نیست نه ما, ما هستیم ولکام تو my لایف میدونی دارکش نه نه کامپتیشن بدبختی که نیست دیگه من فقط یه چیز آره من جیدان به همه اینو میگم تو یه چیزی میگم یکی میگه فلان میگم کامپتیشن بدبختی که آقا در مورد تمام خجالت میکشن تو به خاطر این مال من بدتره آره حالا کارون گفت یه دوستی رو دیده توی این کتابخونه یه توییت خوندم از یه آقایی به نام نیک گفته که حدود 4 5 سال بود که خودکس گوش میدادم آشنا شدم سلام نیک و یکی از دلایلی شد که دلم بخواد بیام ونکوور <applause> الان باشگاه هم با کارون یکیه آها آف اصلا <applause> من خواستم بگم و هم صحبت شدن باهاش برام خیلی عجیب بود بگو برای ما مجیبه توییت زد آره بعد که باق... آه... کارون خیلی واقعا خاکی بود باقا. همیشه خای. آره اتخان... <applause> آره همین من خواستم اینو بعد صحبت ایمان بگم من این ب... همون شخص آره آره من اسمش یادم نبود با هم بچه بالی بود با هم صحبت کردیم دوبارم دیدمش بعد گفتش که آره هفتش ماه فکر کنم اومده Vancouver. گفت دلیل اینکه اومدم میگه من از شما رو را... نه از اون موقع که میرفت یو بی سی روزهای سیاه آره اه... گفت من از اون موقع شما رو گوش میدادم بعد گفتش یه دلیل این که اومدم من این بود که مثلا شما دمشق آره ام... باحال بود سن سالش چی بود مثلا اه... دانشجو ما... بود آره آره اومده اینجا دانشجو یا 7 8 سالی از ما کوچیک‌تر ولی دو بار دیدمش دیگه برید بنچ پرس و همه کمک کنید آره. ام. تا حالا صحبت این چیز هست. امروز داشتم کامنت ها رو میخوندم یکی هم کامنت گذاشته بودش که دفعه اولی که یوتیوب خودکست دیدم به خاطر قیافه آشنای کارون بود این هم, آره. 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 این هم من دیدم هم لبیه ما هم بود تو ایران تو آه. شناختیش آره از بابا, بابا. مثلا یک سال یک سال خوردیم من فکر لب... مثلا از دور تو رو دیده بود نه نه یک سال یک سال خورده تو یه لب کار می‌کردیم آره آخه که ایشون به کسی اصلا جواب کسی رو نمیده بابا. تو لب <applause> می‌دونید <اگه> همه <applause> از دور می‌شناسن آقای بابا. آقا, آقا <applause> یکی یکی دیگه هم بگم اتد... خب ایشون دیگه از دوستان هستم تو اینستاگرام من دارم یه ویدیو برام فرستاد اون یکی از قسمت‌ها بود با داشتیم راجع به وانت و وانت پیکان و وانت پراید و تو وانت اون تازگی بوده فکر آره آره, آره اونا رو آره. میگفتیم همون لحظه پشت یه وانتی وایساده بود <تصفح> همونجا که ما داشتیم این حرف رو میزنیم بعد در من فیلم گرفت <تصفح> خیلی باحال بود <تصفح> با. ولی دقت کردین چقدر دوست پیدا کردیم <تصفح> از خیلی از خیلی پس خود آره. کرد ام، خ... شیر... تینا و شروین هنگاب میکنم من ام... امید. امید و شناختیم و باش هنگاب میکنیم دوستایی زیادی پیدا کردیم از... خ... خیلی حالا به... شخص من لطف داشتن دیگه آره ای... دیگه شما که دیگه داری پارو میکنی به <تصفح> <دینامه> ایمان به <تصفح> کامه. من باید چیز ام... آره واقعا خیلی هم هم های تو از توییچ کسایی که توییچ دنبالت میکردن هم همین که خب حالا شنوندگان و دوستان خودکستی خیلی دوست دارن و همیشه ساپورت میکنن دوستان مجازی هم خیلی پیدا کردیم دوستان مجازی هم زیاد پیدا یعنی ب... کلی آدم شناختیم از پس این قضیه که اولش اصلا از از فکر نمیکردیم پسر اصلابی. پسر اسمش چی؟ علی از خط چی چی علی از خط دیگه علی کون اسم, اسم اون نه الان بیاری الان فردا تو توییتر گذاشتم اسم اون رو بیاری اسمشو با بوق بذاریم آره اون که نشنبه اون گروه هم فرزاد هر از میره یه شوری را میدازه تو گروه میاد معالا منم من چند من چند بار فرزاد نوشتم آقا من یه کاری کردم بعدش دیدی مثلا یه کاری میکنی عذاب وجدان میگیری من شب ما بود طرفا مثلا هشت و نه شب ما بود یه دونه وایس گذاشتم که نگران نباشید ما اپیزود ضبط کردیم فقط این مشکلی داره اینا بعد یه, ایبزوز... یه وایس دیگه گفتم گفتم <applause> من الان میخوام بخوام شما تو این سر کار و <applause> <applause> از از یکی ناراحتش پاکش کردم ولی آه خیلی اوورثینک میکنم این چیزا ولی جایدم. اون گروه کشش اینا رو دارن نمیدونی دیگه نمیدونی چون رو... فرزادم علنا گفته بود بهشون که حوصله‌ام سر رفته اومدم این کار دستی بهت رو بهتون بدم نه واقعا اگه سی و شست و چار قسمت گوش داده باشن میدونن که اینجا هیچی جدی آه. نیست آره ولی هیچ جدی و... آخه میدونید آدم جدیدم زیاد توشه دیگه من همیشه باید سریع آدم جدید آن بورد گروه فکر کنم عضو اونقدر سخت است که کسی که عضو شده یعنی هم هزار خورده نفر اون تو دیگه 6 از چند سر چقدر فالوور دیسکریپشن سیو هفتش نفر بود آره برای یه مدت خیلی خوبی 17 تا بودن آره. میرفت بعد ما اید. در موردش صحبت کردیم ما میخواستیم که اینو <تصفی> <تصفی> آره باری <کرده>. این این <تصفی> تکنیک ها رو <تصفی> 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 بعد حواسمون باشه در چیزی که میخوای وارد اصلا نباید صحبت کنی بعد ایگنورش کنی نه بعد بعد اینجوری شد کارما جواب نظر بگم با کدوم ایمیل دارم ساینین میکنم فهمیدین که من کارهای تیک اون رو برداشت. از روی اون برداشتم من خودکست رو ترانسفر کردم به یه ایمیل دیگه چون خب این شد دیگه. ببخشید بابت Wh نه نه اون ایمیل هنوز هست بگین استفاده کنن نه اون ایمیل هنوز هست بابت این همه سال میدونم چه حسیه من چنل من چنل یوتیوب خودکست رو ترانسفر کردم به یه کامپیوتر کار تریکی یا با این یوتیوب اینا امکان میبینی که الان پول بهمون نمیدن دیگه سر که ما الان دبی داریم همین اینجوری داشتم دیگه هفته هفته میگم ماهی 100 دلار دیگه قبول قبول 100 دلار در میاد آره پول آره میکروفونا رو بده من لازیه. فکر کنم سالیان سال فکر کنم آره داریم یه رو یه آره الان داریم میریم جلو ویومون خدا رو شکر رفته بالاتر آره اینم من تعجب کردم چی ده خورده دو برابر شد آخه این سیزن دیگه فعالیت داریم میکنیم کارون اومد بعد زبط بود یا قبل زبط گفت با مثلا تعجب چیزی آره. چرا اینقدر ما داری ویو میگیریم آره این همه سال ما ویدیو میذاریم ولی ویو همون نمیره بالا خب اینجوری میره آخه ما هیچ هیچ جایی رو پروموت نمی کردیم دیگه ما بین یه سری آدمی که گوش میدادن به همونایی می هنوزم پروموت می آره. چرا؟ پروموت من همش تو همه هم دارم خودکست و اسمانی خنجریه okay. این یه بار گفت آب رای خودشو پیدا میکنه. من خیلی سفت روی این باور وایستادم که ایمان اینو می گفت همیشه ما بعد علی خنجری شاید میگفتیم حالا ح... نه, نه. همیشه راه خودشو پیدا نمیکنه دیگه تو باید تلمبت رو بزنی تا آب راه پیدا کنه وا... دیگه آقا همینطوری فاکتور زمان مهمه دیگه بلند مدت بالاخره پیدا آره ولی الان بحث جنجال آره من وارد اون بحث بشم وارد درام های عجیبی میشم همین <تص> از اون بحث هفته تون چطور بوده میدونی که الان این اپیزود به هم بسپارین دوباره این بند خدا نمیتونه صحبت کنه من خیلی حق دارم بزن 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 <applause> <مسئله> بزن, بزن, که <applause> داری خوب میزنی بزن بزن چه خبر هفته چه تو بوده کی میره تو میتونی صحبت بزنی در اینکه بیشتری نداشتیم از هفتهمون خودم نکردیم من داشتم فکر می‌کردم واسه من یادم می اومدم با حرف جدید ولی آقا هنگ اوت نمی‌کردیم اف خودی از زیاد مشغلومو کم کردم آقا یه چی چرا الان نمی‌کنی باز نمی... همین تو اینجا خوب که خوب خوب اوپن هاوس دیگه هر موقع که هر کی بخواد همیشه اوپن نه ولی نه ولی مشغلم کمتر بود خیلی زیاد دیگه من خودم واقعا الان میگم من امروز ساعت 8:30 از در خونه رفتم بیرون 6 و, و نه دقیقه رسیدم خونه آره اب... خونه نبود وقتی ما آره من نبودش. بچه ها رسیدم من ن... نرسیده بودم اه... من صاحب خونه نبود خیلی مشغله زیاد ها شما بفرمایید ببخشید من پریدم تو حرفتون هفته چطور بوده هفته اذیت شدیم الان تا الان داریم چیز دووم میاریم دیگه شما مخ زمان شلوغی قبل ایده آره قبل عید بعد هم زیاده نوسانات بعد اه... داستانه ایران هم هست و اینا آره ولی خیلی سخت دی. خیلی اصلا میخوای موف کنی فکر کنم تو خیلی دوست داری خیز برمیداری برای یه کار خیلی سخت, سخت. میخوام تو دلت رو خالی کن <تصفح> <تصفح> نه ببین من که سخت اصلا از... میای سمت ما کلا بکنم از اون بیا سمت ما ان شاء الله بیاد سمت ما بکن بیا سمت ما مگه ما نمیخوای بیای بعید بدونم حالا ای... یه پل دیگه فرقی نداره سمت شما چی داره به غیر از صدای آژیر و ترافیک نه حالا الزام ترافیک مون. شما دارید منظورم, منظورم ترافیک منظورم آیتم پل چون اضافه داره. میشه و پل هم آره. تقریبا یکی در میون سوا داستان داره چه داستانی داره من زیاد از لاینزگیت استفاده... میگم پول من لاینزگیت... من از لاینزگیت که هیچ استفاده تقریبا نمیکنم میگم done with the بریج من کلا ام دان وذ لاینزگیت <تصفيقش> <masuk> آره کسی که گوشیدن اینجا یه لور مینلند رو میگن پایین دیگه درست آره. یه لور مینلندی هست بعد وسط یه تیکه آبیه که از اقیانوس میاد بعد میشه جایی که مثلا ایمان هست شمال ونکور و غرب ونکور بعد دوتا پولن که بالا رو به پایین وصل میکنن و خیلی احتمالش زیاده که این پولا ترافیک بشه و روی یکیش مثلا تصادف باشه حتما پس میزنه روی یکی و آره دارست... کلا ونکوور دو تا پل داره که شما رو غرب و به جنوبش وصل میکنه آره. یکیش سه لاین داره کلا و همیشه شلوغ اصلا مهم نیست که چه ساعتی ام. اون یکی هم که شش تا لاین داره معمولا یا توش تصادف شده یا توش یا تو یا خودش زده روی شده رو این. آره آره, زده روی این که دا همه دارن نگاه میکنه چی؟ ربطی به اینا نداره نه نه رو لاینزگه تصادف شده بعد شلوغی پس زده رو آه 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 خیلی اتفاقی که دوباره آره. خلاصه ولی واسه همین احتمال زیاد بیایم این سمت آفرین بابا ما بسته آف. بودیم داشتیم این سمت میدونم خودم بسته بودم زیاره. ولی ما باز ولی, ولی خیلی خوبه اینجا خیلی بهتره نورچور خیلی بهتره خب خیلی منطقیه دیگه یه, ا... یه پولو البته من ببینید ب... شما که شما که هفت تا پول رد میشید تا برسید آخه من اولش اینطوری بود که پولو پشت پول رد <تصفح> من اون پولی که ازش رد میشم قبلا پول میگرفتم آره 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 آره, آره،, 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 آره. گلدنی پول... گلدنی پول... نه پورتمن بریج پورتمن بریج. پورت بریج آره آره, آره،, آره. خیلی پول پرحادثه‌ای بود چرا دیزاینش رو اول یه جوری درست کرده بودن که اولین زمستونی که شد قندیلای آره های عجیب غریبی بس و میافتاد عین فیلم چیز شده بود آره آره چیم آره آره فیلم فاینال شده بود و نمیدونم کسی فوت شد یا نه ولی یادم شده ماشینا رو ماشینا رو سوراخ کرد آره یادم بسته بودن هلیکوپتر اومد بالا سال ببین چیکار کردن هم اون پول من ویدیو دیدم چند نفر فرستاده بودن بالا وقتی یخ زده ها اصلا نیست یه زنجیر بود زنجیرای خیلی سنگین وزنه روی این چیزاش یخا رو چیز می‌کنه بشکنه جالب بود آره تصمیم این که بریم دانتان به خاطر این بود که خب الان م... کوکیتلام یه شهریه که 5 و 6 شیشه... اسپ به بعد خیلی آروم میشه دیگه همه میرن خونه مرکز خرید و همه اینا میبندن آخه نیچر و به این تو واقعا دنبال یه چیزی هستی که نیست نه ولی خب جان... دانتان به مراتب بهتر این قضیه یعنی تو مثلا نه شب بری بیرون دد نیست ولی کوکیتلم نه شب دد دده خوبه برای خیلی خوبه ولی آره. برای خود منم اکشوری خوبه چون من این موقع میرسم خونه میخوام آروم باشه ولی خیلی آرومه این میگم آخه این دیگه جزء طبیعت ونکووره که مالا یه ساعتی میبندن کل جمعیتش دیگه با این موضوع سر میبینی دست و پنجه نرم کردن توی حالا امسال خیلی ما بارون کم داشتیم ولی هر سال انقدر بارون میاد که تو اصلا پرکتیکلی نمیدونم کجا میخواد بله خیلی بیرون رفتن گرون شده خیلی خیلی اصلا, گرون شده. اصلا واقعا من بعضی موقع تکون خوردن از میگم بیا بیرون واقعا فاینانشلی نمیرم چون نمیارزه <تص> ببین تو میری یه برگر میخوری یه درینک میگیری زیر 80 دلار نمیشه بیرون 70 دلار نیست بیا منم دقت کردم حالا کجا میری 7 8 دلار نمیشه سوشال کورنر خب اونجا جای بالایی جای بالایی نیست یه برگر داری میگیری دیگه اون برگرش خب گرون ترین برگر نه بابا یه برگر رو نوشابه میشه 80 دلار یه برگر رو یه دونه درینک میشه دور و بر 70 خورده با تیپ آه. بدی بیرون همینه دی بیا بیرون همین خیلی بد شده نمیشه نیست تو هفته چطور بوده؟ کارون من بعد نبود اه... سهشنبه من چی سه شنبه یه اه... پریزنتیشنی داشتیم سر کار اه... که من بعد از مدت ها سر پریزنت کردن استراب گرفته بودم آخه به یه مثلا یه قضیه یه که شما مثلا یه فرض کنید یه فیشر جدید که میخواید اضافه کنید باید این بره سیکیوریتیش ریویو بشه بعد مثلا یه عالمه اسلاید و اینا باید تولید کنید که توضیح بدید دارید چیکار میکنید بعد یه سری آدم میان مثلا از سه جنبه مختلف شروع کنن سه سوال پرسیدن بعد یه بازه سه ساعته است مثلا نه. نو... یه دفاعی بوده برای خودش حالا نه اونقدر جدی بقیه مثلا تیم ممبرام هستن ولی خب من قرار بود مثلا نفر اصلی باشم که پرزنت کنم نه تا دوازده بود 7 تیم بعد ما تیم آخر بودیم و من صبح کامل اوکی بودم مثلا چیزی نیست و من قدیم خیلی استراب میگرفتم موقع پرزنت کردم و از یه جایی بعد دیگه اصلا خیلی راحت اصلا حال میکنم حال نه آره خیلی شده ولی حال میکنم اون اتو پایلت یه ذره هیجانه حال میده میزو میدم بالا سر پا وای میستم و اینجوری دستا رو میذارم بزرگ دیده بشم درسته من همیشه این کار میکنم <تص <Paulo> <تص بعد اینو که رفتم شروع کردم از اون تیم اول سوال کردم من یه ذره چیز شده بودم مستر اینا شده بودم چون دفعه اولم بود این کارو انجام میدم این کارو در پیچیده ای بعد دیگه هیچی اون اونو پرزنت کردیم و خوب بود این رفتی داشت به میتینگ که هفته پیش داشتی نه ساعت یه کنیم اون میتینگ رو داشتیم که در ادامه هم آره اونو دیگه راحتو راحت رو رفتم سوال جواب اسم این دوست اون عطا است آقا عطا عطا, جان دمت گرم خدا وکیلی آبروی ما رو خریدی دیگه یعنی یعنی دین داری ما به آقا من دارم حالا شما رو نمیدونم میگم من واقعا من الان پیش پدرم کردیت دارم قبلا کنم نداشتم ولی الان واقعا دارم الان احساس کنم آره چون تو جمعه مثلا هم هم سناشون بزرگ بوده هم هم یعنی جمعه جوونانه نبوده کردیتشم تو هفته چه بوده بگو ببینم قبل اینکه بگم گفتی که پریزنتیشن تو آخر بود و آخر بودیم اون استرس آدم بیشتر نمیکنه وقتی آخرین گروه باشه یا آخرین اول گفته اوکی بودی نه صبح که بیدار شدم اوکی بودم بعد پرزنتیشن اول که شروع شد از, از اینا شروع کردن کردم من نمیدونم چرا مثلا یه آره من یاد،, یاد, ایران افتادم که با میرفتیم پا تابلو جواب سوال جواب میدادیم آه شفاهی آره مثلا رو از رو دفتر صدا می زدی حالا یا رندوم بود یا هر چی بعد گروه اول تو نیستی گروه دوم میرسی دیگه اون آخری ها واقعا من داشتم میمردم از استرس من تو دانشگاه همیشه داوطلب میشدم که گروه اول بریم چه شو اذیت میشه. خیلی آره برای آره. پرزنتیشن آره. همیشه من نفر اول تقریبا یادم نمیاد که نفر اول نبودی باشه گت اوور آره من من ما نفر توی نفر ف... من. همه داشتن نگاه یعنی تمام دانش هم نشسته, نشسته بودن تمام هم نشسته بودن دفا داشتی آره تیسس داشتی آره اوه اه... آه، فوق لیسانس فوق آه. آه. بعد براتون عجیب نیست مثلا قلب شما از کجا میفهمه که اون لحظه باید تند بزنه یه اپیزود راجعش میریم به به این فکر میکردم من اینجوری بودم که آقا مثلا من از لحاظ منطقی اینجوری هم که من نباید الان استراب داشته باشم خوب. آخه اینا رو میگی ولی هیچ وقت کار نمیکنه دیگه جس موو اون اصلا با هورمون دیگه <اصلن تصفيق> هورمون کل <applause> اتفاق میفته برات عجیب نیست قلب تو این تو اینا از کجا میفهمه الان باید تون بزنه دیگه مغز دیگه به حال میبینه خب مغز منم به صورت باعت... خداگاه نمیگه باید تون بزنه این از کجا نه تو داری بهش میگی که تون نزن ولی اون کار خودش رو همین عجیب نیست برات نه خیلی خیلی منطقی طبیعی یه سری از اعضای بدنتون سر خود مثلا یه سری کارا رو میکنن چه؟ خیلی عجیبه <تصفح> 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 من قلبو دارم <تصفح> عجیب نیست که اینا کجا باش داره باش کنار اومدیم اونم باش کنار تو که این قلب منه یا من آدم <تصفح> این قلبم عجب <آه. تصفح> اینا براتون سوال نمی no. نه اون روز آه. رفته بودم با کنار اومدیم میگه صحبت میکردم گفتم بابا ما این همه رفتیم مثلا مسائل کشیدیم ما اینا مسائل بنسبت پیچیده رو فهمیدیم خب تا حدی چجوریه من خودمو نمیفهمم خیلی پیچیده خیلی خودت پیچیده تر از همه چیز دیگه نه، ای که فهم هست نه نه, نه. نه. نه, نه. تو تو خودت ب... یعنی نه اصلا آدم. انسان آله. به عنوان مثلا از یه مسئله فیزیکی که حل شده یا از یه مشکلی که حل شده کمتر پیچیده است آخه این دیگه درون منه دیگه من اگه اینو نمیفهمم پس چیو بفهمم خب نمیبینی قابل لمس که نیست که نه تو درون تو ولی قابل لمس تو تمام چیزای دیگه رو خود انسان آه. پرودوس کرد یعنی تو همه چیز همش تو, ای... تو طبیعتش شما این همه چیز از طبیعت میفهمی خب شو ولی تو خود خودت رو نمیفهمی خیلی یعنی کار خودت رو نمیفهمی خیلی کامپلکس آخه خیلی راحت بگیم کامپلکس و اصلا بهش نپردازیم نه میتونیم بپردازیم بله الزاما به جواب قاطعی نمیرسی که مثلا تو بگی اوکی به خاطر این و این شاید هم اصلا هست ما داشتیم قبل از اپیزود داشتیم در مورد یه اتفاق صحبت میکردیم اون اگه اون اتفاق بیفته شما میفهمی نمیشه بدونم نه گفتم به خودت گفتی اگه که آها آره نمیخوای بگی نه آره بلکو الان واسه یه که قبل اپیزود صحبت کردم اینا رو نگیم بهتر اینا تو پیتریانه بعد همین به این طرف بابا این چیه من چرا هیچی مثلا سر یه داستانی من مثلا چند ماه بعضی وقت مثلا یک سال میگذره تازه من میفهمم اون موقع مثلا چه حسی داشته باید. آره حتی. اون اینجوری بود که اولا مسائل دیگر رو شما مثلا تمرین کردی سالهای سال بهت آموزش دادن اینو آموزش ندادن تازه مثلا تو سر سی و یک سالگی تازه میخوای بری خودتو بشناسی خب این حرف درست کلاس اول کاری در باید. آره که خب این حرف درست دیگه ما هیچ وقت در واقع در معرض یه همچین مفاهیمی قرار نگرفته بودیم که آقا تو باید مثلا با خودت ارتباط داشته باشی اینو که ما هیچ وقت بعد اون میگو میگفت سیستم اعصاب و روان خیلی چیز پیچیده ایه بعد گفتم یه مثلا تو به من بگو این کارو بکن که خودتو بشناسی من میرم اون به بهترین شکل اون کارا رو انجام میدم ولی هیچ کی نیست به من اینو بگه بعد گفت این اینجوری نیست آدم با آدم فرق داره اونجوری که تو خودتو میشناسی با اونجوری که مثلا یه نفر دیگه بشناسه فرق میکنه بعد دیگه برای شروع کردم گفتم که آقا این باگ انسان و تکامل نیستش که مثلا سیستم عصبی ما ممکنه سر جر و بحث اینو من یادتون باشه تو اپیزودم با صدفم بالا اون صدف چیز شد قاطی کرد اه... قاطی نکرد نه واکنشش رو بعدش هم از من عذرخواهی کرد که مثلا ببخشید اون لحظه تو یعنی من بد گفته بودم منظورم دوباره اینو به این گفتم که باگ مثلا تکامل و انسان نیست بعد اینجا چی که اصلا نفهمید کامل ارتباطش با هم گفت اصلا نمیفهمم داری چی میگی و اینا بعضی موقع فکر نمی کنی که اصرار توه یعنی تو شاید میکسنس نمی کنی آره چرا من که همیشه این استو دارم خب هم آخه ببین من از سوال تو یه جور دیگه بپر یعنی تو احساس میکنم تو گیر دادی به یه کانسپت و میخوای از قاستر. این جواب رو بگیری خب من همیشه ای این استو دارم مثلا برای من همیشه سوالی که چون من آدما رو میبینم خیلی راحت با چیزایی کنار میان و زندگی خیلی راحتی میتونم بکنم که من نمیتونم اون کارو بکنم مثلا می... چی آقا اصلا زندگی روزمره من یه زمانی زندگی روزمره کردم برام عجیب شده بود شور ولی ببین دوباره برمیگردی به همین که تو یه سری آدم و توی یه بازه از زمان داری جاجشون درست, بکنی. درست. یعنی دلست. شاید اون آدمه دلست. اگر که فشار تو رو داشت کلپس میکرد آره نه حالا فشار آره، من نه آره ممکن نه من دارم مثال آره. میزنم دیگه شاید واقعا دلست. بعضی دلست. از آدما ها... به من حالا تازه دارم به نتیجه میرسم اونجوری که تو بزرگ شدی تو با یه سری از همون تمرین است دیگه تو یه سری چیزها رو تو خانواده با تمرین میکنن من احساس میکنم یه سری چیزها به واسطه ای حالا فرهنگی و به واسطه ای حالا دانش پدر مادرمون دانش خودمون معلمامون و کسایی کنارشون بزرگ شدیم اصلا این زیزه رو ما تمرین نکردیم م. یعنی اینکه اینو داشتم میگفتم مثلا اخراج کردن یه نفر این خیلی درست معمولا اند... توی خارج از ایران خیلی تمرین شده است آدما قبولش میکنن آره همیشه نیوز میک میکنه چه میدونم که مایکروسافت مثلا ده هزار نفر اخراج میکنه ولی آدما دی مووان. این باشون تمرین شده تو اوکیه مثلا موقعی که جاب تو از دست میدی میدونی که اپورتونیتی های بیشتری هست ولی توی مثلا احساس میکنم ماها خیلی جدی میگیریمش یعنی ما اگه که سر خودمون بیاد شخصی, می شخصی برداشتش میکنیم ولی واقعا اینطوری نیست یعنی بازم همون تمرین است آره ولی بگو ببخشید من جمله رو قطع کردم نه همین دیگه من میمونم مثلا ام. بمون یه کمی تون شد قطع نشدی آره. آره. اون, اون اوکیه. آره آره هست خب <تصفح> روشن دیدم <دیگر. تصفح> آوا <آز خوانه> سلام <تصفح> بابا با میمونم تو این چیزا بعد دیگه خلاصه شروع کردم اینا رو داشتم بهش میگفتم ما... بعد میدونی آره دیگه به منم گفتی من گفتم میخوام برم تو من یه پیشنهاد دادی آها آه اونم تست کردم جواب داد مثلا برای 7 8 ساعتی جواب میده اون برای همه چی جواب میده خب آره بعد ما چقدر داریم سیکرتیو فیلم صحبت میکنیم ببخشید من معذرت میخوام نمیتونم بگم که مثلا برو این بیچاره دیگه مستاصل شد و اینا بعد مثلا حدود 35 الی 40 دقیقه از زمان چیز گذشته بود یهو یه چیزی گفت و خیلی داش میکسنس میکرد منطقی بود منم حال کرده بودم بعد یهو اینجوری کرد گفت من همیشه مثلا تو با تو حرف میزدم مثلا نیم ساعت اول خودم هم گمراهم خودم هم نمیدونم داره چی میشه بعدش مثلا یهو میگه یه چیزی بزنه و چه جوابی داد میتونی شیر کنی یا ترجمه کنی نه راجع این موضوع نبود راجع به موضوع دیگه یه بود. جوابی داد ولی میدونی که تراپیست کارون وسط سشن کارون دنبال اپوینتمنت واسه خودش که بده سر بیچاره من شیش و عصر اینجا باشم با دارم ایران شیش صبح اون میگن بابا مثلا تو رو کله سرم بیچاره بیدارت کردم سخت تراوشات مثلا ذهنی رو بهت بگیم عجب دیگه چه خبر تو توامون هفته سوال کردی که چیکارا کردی آره <متصفيق> <اه>؟ نه نه <متصفيق> نه تو از من سوال کردی آره نه من سوال نکردم بگو پس بفهم دیگه داشتم فریبتون دادم میس کردم من اینجا راجب... زبان بدن شما نسبت به صحبت فرزادم اشاره شده بود چی گفته بود چی گفته کرده همیشه میگن Ćی... چی چی بگی حالا نمیدونم تو کامنتی بوق... که من امروز خوندم بعد از ترافم کامنت خوندم نوشته بود فرزاد که حرف میزنه زبان بدن ایمان یه جوریه که <تصف> مناسبو میدونم با هم دوستید ولی مناسب نیست نمیدونم حالا زبان بدن <تصفح> <بودن>. زبان بدن <تصفح> بدن, بدن منو درست کن نه چه اه... <تصفح> قلبتی خوشو تون زدن ممکنه هر چیزی ممکنه چون میدونی یه تایم بمب دیگه فرزاد من که این جلوشم میگم هر لحظه ممکنه همه دو شب وای تو و روز سو باره کمتر بایز... تایم با به صبح کمتره مثلا میدونی من اینو دیدم پشت کم که میتونه چه دیسترکشنی به وجود بیاد <تصفح> چه خرابی داشت اپیزود قبلی که ضبط کردیم فکرم خواست دستشو بگیم آره فکرم آره حالا دستشو بگیم فکرم دیگه قرار دوست اپیزود یاد ویدیو خیلی خوش گذشت ویدیو ببخشید این دستش رو اینجوری کرد نمیدونم دیدی دی دی دی. یارو تو جیم یه مرد سنش زیاده دوری یه خیلی سنگین رو با دست راست آورده میخواد پرسینه بزن و <تص> میزنه رو پاش به یکی که اونجوری یعنی بیا اون یکی وزنه رو به من بده میشینه <میوم تص ده> رو میشن... میشنه رو پاش بعد یکی دیگه میاد این یارو رو پس میزنه وزن سنگین رو میده بعد مردی یه دونه میبره بالا خنده قش میکنه میندازه زمین الان این یه... ویدیو هم اومد از مارک زاکربرگ توی این یو اف سی آخر آره بعد مثلا اینکه میتونن یه سریارو رو دعوت کنن بیان نزدیک اون خود شنیدم آره. oh, <laughs> حالا دوستم آره بعد یه ویدیو اومده بیرون ازش که بقیه دارن چه میدونن به این فایتره یه ای میدن یه کارایی دارن میکنن کارشون انجام بعد این اینه نمیدونه چی کار کنه این شاگرد این وسط وایس داده هی از از جلوی این چیز میدن هی فکر کنه این بعد بگیره هی میگیره بعد دور اینه یه رباتی که واقعا اینا براش عجیبه کارا ستاپ خود میخواد چی کار کنی دیگه شما ستاکی دارید کار میکنید من نشستم اینجوری شبیه اونه آره یه آره، فقط از تو فیلم نیست ایو واقعا نمیدونم دیگه من اینا رو که میشتم دیگه خودتون وقتی میدونید یعنی من از اون وقتی که بچه نمیدونم ایور نیست ایور نیست دیگه وقت ایوری دیگه بهش واقف نیستی دیگه کارش نمیشه باز تو ساخته بودم بود من حداقل از بالا وسایل میومدم تو میومدی پایین آره می آوردم پایین وقت آره آره تو باز دو بار میومد پایین آره الان اون کارو میومد آره من دیر میومدم اونجا رو من نه حالا یکی به به دلایل مختلف خوب دوباره من خوب من اونجا راحت دیر می اومدم اصلا من نه آخه میدونستم بیامم شما کار خاصی نکردیم فرهاد قرار زود بیاد ستاپ کنه خب نیمه حدودی البته رو, شو رو شو. کاغذ تو خیلی راحت تر میتونستی بری اونجا رو ستاپ کنی آمولی دلعه. ما باشید رو کاغذ میگم نه خب, خب ما تصدیق مزایی برای قابلیت آمول. افراد تو اون صابونه ای که خوردیم بله بله فهمیدم میتینگ مینتش دارم خیلی صابونه خوشمزه ای بود من اون قابلیت ندارم خوش و این افیشل میشه آره داشتم میگفتم اپیزود قبلی خیلی به من خوش گذشت هم زبطش هم بعدش <تصفح> پسا زبطش و من مثلا فرداش تو خیلی موندین بعد زبط آره. من موندم تو تا صبح موندی <تصفح> <شون> دیگه <تصفح> خیلی موندی موند. و خیلی فرداش من شارژ شارژ بودم من هم همتون... امشب میخوام شارژت کنم با بگی سفرم بیاد فکر کنم بیاد خیلی کامبینیشن سمی میشیم من چند ساعت پیش یه مصاحبه کاری داشتم oh, wow. اوه کسی نمیدونست آره جالب بود یه سری تغییراتی داره تو ارگانیزیشن ما انجام میشه به سلامتی بعد یه موقعیتی پیش اومد و خیلی احتمال زیاد هست که من این کار رو نگیرم hey. و با این علم رفتم ولی خب چند تا دلیل داشت این بود که خیلی وقت بود اینترویو نرفته بودم این مصاحبه کاری نرفته بودم میخواستم برم این 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 چالش رو داشته باشم چون موقعیتش پیش اومد خیلی وسرش سر و بعد بعدم با رئیس که صحبت هم گفت خوبه اینجا با که بهت نمیدیم ولی <تصفح> <تصفح> نشون میده که مثلا میخوای یه تغییراتی بدی خوبه اینو بیا پوزیتیو <تصفح> <تصفح> اینجا جالب بود حالا شایدم هم واقعا بدن یعنی آره فکر کنم حالا بیان به ما جواب بده جدی بعد کسایی که دعوت شده بودن واسه اون تماس تماس اینترنتی من لیست رو دیدم و خب میشناختم چند نفر رو بعد وقتی که هم شروع شده ذره سلام اینا کردیم سلام علیک رئیس خیلی رد بالایی هم اومد تو مثلا میتین <تصفح> چرا اینو نگفته بودی اون استرسی که میگی اون لحظه منو گرفت اومد برای مصاحبه کردن آره او او یه سری سوال هم اون پرسید نه چند تا سوال از سرزادش می‌خواد اطلاعاتش زیاد دلیلی که استرس می‌گیری چیه به خاطر اینکه یارو پوزیشنش خیلی بالاست آره. اینکه آره خب دیگه مثلا ام... شاید ان... هم اید. اگر, <تصفح> اگر <تصفح> که نه مثلا سوال اینه اگر که بری چه <تصفح> میدونم اگر که بری توی ایرلز سر خفن ایرلز بیاد مثلا سر میزد استرس میگیری یه کمی هیجانی نه میشه. خب بستگی به فیلد کاری داره اگه توی آشپزی باشی که بخوای به بخوای اونجا برستی... بخوای بری به نظر چیز میگیری آره دیگه خب دیگه خب تو نظر اون برات مهم میشه ریاکشن خودت نسبت به بر... ولی این کلا یه کمی هم سورپرایز شدم من دیگه فکر فکر کردم هم همین افرادی آره مهمه که میتنگه... بدونی کی داره میاد تو یه ذره ام... تویست بود ولی جالب بود دیگه چه اتفاقی آره چه جوری بود, بود؟, بود اینترویو خوب بود به هر این چقدر بود چند ساعت بود؟ نیم ساعت بود چند نفر؟ چهار نفر که جواب اینا؟ فکر کنم تا یه تا پس ها رو جواب بده دانمارکی رو خوردیم دانمارکی آقا؟ بچرخونم ناپلونی رو محمدی؟ دانمارکی نه دنبال شامه دانمارکی آقا چه مشکل گیره؟ یعنی چقدر گیرونه <laughs> <laughs> من یه تئوری دارم جایدن بفهمه اه... برش کن خیلی دراما درست کن برش بگو ببینم بگو اپیزود چی داری تو خیلی تمیز بحث میکنی نه خیلی شاکی از کسایی که نه از کسایی که مثلا الان خب خیلی مهاجر هست دیگه از تمام کسایی که دارن ادوایس مهاجرت میدن خیلی شکی یه یه گوشه ای ازش گفتیم اپیزود قبل غلط ولی ب... بل... 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 اصلا ببین تو که قبل اگه کمتر از دو... پنج ساله توی این کشور دیگه ای به نظر من ادوایس دادن خیلی عجیب غریبه بعد 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 که مثلا من میشم حالا اصلا اینجوری که گلوبول بول مثلا به قرآن مجید قسم یارو دختره گفت تو با دو هزار دلار میتونی تو تورنتو زندگی کنی در ماه شاید هزینه‌تون در ماه دو هزار دلار شاید تورنتو هومه شاید اون اصلا تو اصلا تو, تو بگو در کانادا فکر نکنم تو بتونی با 2000 دو دلار در ماه جایی مثلا ساسکاتون میتونی به نظر میتونی زنده نه. نه. چرا می تو همین <laughs> میگه یعنی می تو میتونی یه آپارتمان بخری بخلی. نه 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 یه بله. رنت رو تا بله. بگی... هزار تا میتونی بگیری هزار تا حالا ونکوور نگی ولی جای دیگه اتاق با 600 700 میگیری کجا شهرهای دیگه از طرف ونکوور مثلا میشن اینا میتونی بگیری اون شو اتاق میخوای سروایو فقط آره بابا نمیدونم ولی در ونکوور امکان نداره و در نه. تورنتو هم چرا ونکوور امکان داره در ونکوور 600 دلار نه 600 نه مثلا با هزار شما یه اتاق میگیری واقعا دوام... هزار, میشه اتاق گره خب پس من اشتباه کردم من همه تون راضی نه منم هم هزار تا دیگه واقعا یه فسقل اتاقه نه هزار شهرهای دیگه هم هست دیگه مثلا برنابی و کوکیت میگی؟ یا آره آره برام عجیبه نمیدونم احساس میکنم خیلی الان ادوایس عجیب غریب روی پس مثلا یکی رو داشتم نگاه میکردم یورو میگفتش که من با انقدر میلیون فالوور نمیتونم اینجا کار بگیرم چه مهم نیست تو چه خب میدونی این از پس چی میاد یارو وایستاده بود دم این اه... تلکابین اسکامیش اسکامیش تلکابین سی تو, ده ده. سی تو اسکای اونجوری روخ جدی با هیچی زبان بیا کانادا خب چه, چه کانادایی بیاد یارو این خلی... خلی... کلیک کلیک نه راهش هست واقعا راهش هست ب... که تو با هیچی بیای کانادا ولی آخه نمیدونم کلا خیلی الان اذیتم از یه سری اتفاقایی که داره میوفته سی ادوایس هایی که, که, که آدمها خیلی خیلی آدما راحت ادوایس میدن این بز از این میگم از این ناراحتم خب آخه کششش هم هست دیگه یعنی ریسیو بعد... میشه آره ولی خب ولی میدونی من مثلا من اینطوری فکر میکنم که آقا من فلان ادوایس اگه به یورو بدم ممکنه زندگیشو واقعا برینم آه. تو زندگی یورو کلا ماجرا خیلی پدیده شخصیه هیچ دوتا تا کیس رو نمیتونی با هم مقایسه کنی کن. به داستان زندگی آدما رو بپرسی ازشون ولی اینجوری نیستش که اون داستانه به زندگی تو چیز باشه اپلای بشه داره. و مورد دومی که مثل هر پدیده دیگه تو شانس خیلی دخیره همیشه شانس خیلی باید خیلی باید بخوای موقعی که داری مهاجرت ولی واقعا خیلی باید تمام تصمیماتو گرفته باشی پی خیلی چیزها رو باید بتند ماریده باشی یعنی به همین سادگی رسیدن فقط رسیدنه نیست چون رسیدن تو که میگم یه مدت با سی میلیون تومن موقعی که دلار خیلی پا مثلا سه تومن بود تو میتونستی بری استرالیا م. با سی میلیون تومن به صورت غیرقانونی و بعد میرفتی توی مثلا کمپ های مختلف یه روز دوازده سال تو کمپ بود تو جزیره کریسمس آیلند اصلا ببین هیچی نیست اصلا اونجا واقعا یه جزیره است و فقط کمپه ولی خب مردم خیلی رو ادوایس دادن و خیلی راحت شده چی میفرمودیم ببخشیم اپیزود قبلا در موردش صحبت کردیم به نظرم کسایی که حالا به خصوص قصد مهاجرت دارن خیلی کار ریسکیه که فقط اطلاعاتشون رو از مثلا اینستاگرام بگیرن یا حالا افرادی افراد اینفلوئنسری که تازگی ها به وجود اومدن آمریکا تازگی رفتن کانادا اومدن اینا به نظرم پلتفرم های دیگه هست مثلا اگه کار بخوای نمیری تو فیسبوک مثلا دنبال کار بگردی میری تو پلتفرمی که جاش جاشه مثلا میری لینکدین الان همه تو فیسبوک دنبال کار نه مثال دیگه ولی نه 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 به اشتباه یعنی منم دارم هر فرضا مثلا تجربه خود من من زیاد با وبسایت ردیت ایمان جان آشنا نبودم آشنا خب بعد آشنا شدم بعد من چرا عجب اطلاعات خیلی دقیقی میگیرم یعنی جوابای خیلی خوبی از ردیت میگیرم مثلا که چه میدونم میخوام برم یه, یه جایی شاید رویق، گوگل ریویو هاشو بخونم منو گیج کنه ولی وقتی میرم تو ردیت یه ذره منم <applause> <تصفح> 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 خیلی جوابای دقیقی از آره... شما با مدرک هم هست آه، آه ولی آره که داره آی پی او میشه ردیت جدی میگه همه نه برای یه سری اینویتیشن رفته أوه. که آی... چه آی پی که برای شما اومده نه برای من نیومده قسمتش بریم نگاه کنیم شاید برای ما یه اینویتیشنی اومده بود بیم... واسه یوزر اگه, اگه کار ماتون اره بالا باشه فکر کنم اینویتیشن میاد ای نه 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 من کارم فوت ندارم نه, نه من اصلا کسی نمیدونه موجود. بله بله خاطر اینکه بله من فقط کانسومرم <تصفح> بله برای شما آی مکنده هستی کار ما خیرت رو میگیره چقدر شده پایین دست چپ خب جمع کنیم گفت چی زی... زیاد طولانی نیست نه بفهمید نه من فهم خواستم شما بذاریم یه قسمت <تصفح> من دیگه میشونیم. این تاپیکو خط واقع. بزنم میخواد بذاریم چی تاپیک نیر دث اکسپریانس چرا چرا خطش میزنی نه گفتم دیگه چیز میشم دیگه میگم رو دور بحث بودی میخوای یه قسمت دیگه اونو بری من که همیشه اوکی ولی و موضوع تو هم حیف نشه یعنی آره نه من نه موضوع 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 تو آره یه محت... بس... شما نه نه, نه, ب... نه ولی اگه فکر می‌کنی که مثلا دیگه بایاس میشه و بایاس میشه برو الان جدی انتخاب با شماست بایاس میشه نه الان میشه یا نه بیات میشه فکر کنم خب بریم با طبی. موضوع از دست میره خب الان تو خیلی نیر خودم دارم اکسپرینسش میکنم الان میگه زبان بدنش خب تو <تص> به این جمله چی میگی خیلی زبان بدنت کار کن بسیار خوب یه زبان سریحی داره من بفهم قبل اینکه شروع کنم میخواستم یه هشدار بدم حالا خیلی چیز باشه چون قرار در مورد مفهوم مرگ و این چیز رو صحبت کنیم شاید بعضی ها به هر دلیلی راحت نباشن و تا اینجاش خندیدیم دیگه 47 شده خوش آمدید بمین الله توفیق و ادلاه همه از شما خدافزی میکنم بفرمید بسیار خوب بقیه علی اصغر نشازه رفت یا مون نه مون تو آفته بسته خون چای میاره چی دارید؟ دیگه بفهم این زبان بدن علی تصور کنید که مربی سوارکاری هستید و هم به آدما در واقع سوارکاری یاد میدید هم به اسبا یاد میدید که سواری بدن ترینشون میکنید حالا یا پرش یا ریس یا حالا هر چی درساش یه روز به قول ایمان گرم تابستونی تصمیم میگیرید که یه اسب جوونی و که زیاد در واقع به اصطلاح فکر میگفتن زیر زین نرفته تجربه سواری دادن نداره خیلی چموشه اسب و زین میکنید اینو کش به شکل ASMR میرفتی ما چشمانو میبستیم و میگفتیم داری زینو میبندی اسب میاد <تصف> <تصف> اپیزود رد دیگه اصلا دیگه دیوونه خونه شده آقا بمونید اپیزود سنگی نیست خب من که نمیذارم تو سنگی چه خب بگو اسب و سوار میشید اسب چابوک سرحال عرب آره و شروع میکنید قدم زد زنون از اون در واقع باشگاه سوارکاری یا حالا فارمی که هست میاید بیرون واسه قدم زدن با اسب با اسب تقریبا یکی دو, دو کیلومتر که دور میشید از اون باشگاه به خاطر که از حالا تازه کاره و خیلی سر به هواه یهو رم میکنه به شکل عجیب غریبی رم میکنه میره تو هوا و شما میفتید بله قاعدتا کلا هم سرتون نیست کلا ایمنی چرا قاعدتا؟ تو این داستان سرشون نبوده. خیلی آره با تجربه هست و در. و اشتباه کردی در بعد اسم میره رو هوا و شما به بدترین شکل ممکن که دیگه امکانش هست میخورید زمین و اونم اینه که با مغز سر بخورید روی آسفالت روی مثلا یه جای خیلی سفت و بلافاصله فاصله وقتی که این اتفاق میفته میخوره سر رو زمین بیهوش. شما بیهوش میشید کامل بله, بله. از شاید. از دست, دست میدید بلا فاصله وقتی که این اتفاق میفته بدن شما افتاده رو زمین و اسب ترسیده دیگه از این اتفاق خود اسب هم میترسه مثل حالا درون هست که ایمان تصویر میگیره تز... شروع میکنید بدن خودتون رو دیدن از بالا که افتاده روی زمین و اسب از ترسیده بالا سر شما که این وایساده و شروع میکنه دویدن به سمت استبل دارید میبینید این صحنه ها رو همون لحظه متوجه میشید که خورشید هست مثلا داره باد میاد متوجه اطراف هستید و بدن خودتون هم دارید میبینید و همه چی خیلی شفافه خیلی هم آگاه هستید که این اتفاق افتاده براتون و میبینید که اسب برگشته به استبل و به خاطر اینکه دیگه سوار نداره اون دوستاتون یا حالا اون سوارکارهای دیگه که اونجا هستن متوجه شدن که یه اتفاقی برات افتاده پشماشون همه آره چون بی سوار برگشت اسب رو میگیرن و سوار داد میزنن اسم تو صدا میزنن پیدات میکنن سوار ماشین میشن و میان دنبالت و میرسن بالا سر بدنت که اونجا افتاده و همه اینا رو داری میبینی تلفن زدن به آمبولانس و چه میدونم تلفن زدن روح شما تا رفته آره تلفن زدن به بخ... تلفن زدن آره. به خانوادت که دیگه خیلی کیلومترها اونورترن تو خونه همه اینا رو متوجه میشی و میبینی به صورت شفاف اه... بعد از اون یه کمی دیگه حالا این این ویژنی که داشتی تغییر میکنه و یه نور شفافی دیگه میبینی یه, یه نوری تجربه میکنی که دیگه شفافترین چیزیه که دیدی و کنارت یه دوست قدیمی رو میبینی که سالها, سالها پیش, پیش, مرده. آره مرده و داره بات را میاد و به سمتی میرین و و اینجا یه حسایی رو داری تجربه میکنی که هیچ وقت توی دنیا دنیای که ما تجربه داریم میکنیم تجربه نکردی همه چی برای جدیده و همه چی خیلی واقعی تر از چیزی که تجربه کردی با اون دوستت به سمت دارید راه میرید و حالا راه رفتن و حرکت کردن هم شکل فیزیکی نیست که ما میدونیم الان توی دنیای که زندگی میکنی تلپورت می آره ارتباط داشتن با اون دوستت هم به صورتی نیست که الان ارتباط داریم حرف میزنیم تلپاتیه و زمان هم زیاد معنی زمان این دنیا رو نداره یه جوره دیگه استش هستش خلاصه با دوستت میرسید به یه به یه جایی در واقع به به ته اون حالا راهی که داشتیم میرفتید و اونجا حالا یه یه شخصی یا حالا یه حسی یا هر چی که بوده به تو این پیام میده که تو باید برگردی هنوز زمان تو نرسیده آره تو باید برگردی و شما بیدار میشید تو بیمارستان به هوش میاید و میفهمید که چه اتفاقی براتون افتاده این داستان داستانیه که واسه خانم بیتی سال 1995 من فکرم داستان خودته من تو یه بار از دست نخوردی زمین او فکر من نه من آره. نه اگه من نه نه من تا قبل از این من... که بتیجو. دیگه تا استبل رو بری و برگردی و دیگه با دوستت بری و من اینا رو نشیده بودم ولی میدم تو یه بار خیلی بعد از اصلا آره اصلا خوردی من بعد خوردم از, از زمین ولی اینجوری نبوده آره این تجربیات خانم بتی بوده تقریبا سی سال پیش ام... چی؟ که ام... من تعریف این تجربه در واقع اسمش هست نیر دیث اکسپیرینس یا اندی یا اون تجربه نزدیک به مرگ بله که بعضی, افرا... بعضی از افراد موقعی که توی شرایط عجیب غریبی قرار میگیرن و در واقع وارد مرگ بالینی میشن که معنیش همین میشه که دیگه جریان خون و تنفس استوپ میشه این تجربه رو میکنه این در واقع اندی رو تجربه میکنه که میگم تجربهش یه جوریه که خیلی با همه مفاهیمی که ما یا حالا این افراد تجربه کردن تو زندگی فرق داره تاپیکش جالبه برای من به خاطر اینکه توی دوران کرونا یه سریالی دیدم رو نتفلیکس اسمش او بود نمیدونم حالا کسی دیده یا نه مال سال 2016 داستان دختر بچه رو تعریف میکنه که روسیه بوده و طی یه سری اتفاقات یه سری توانایی رو در واقع به دست میاره وقتی که من اون سریال رو میدیدم این کانسپت NDE Near Death Experience, اونجا چند بار گفته شد و خیلی برام جالب بود البته که اون موقع خب من خیلی نگاه مثلا برام فیکشن بود و از این, از این نظر خیلی برام جالب بود که مثلا اینجوری سریال داشت پیش میره فکر کنم دو تا سیزنم داشت یا سه تا من سه نیدم تا اینکه چند وقت پیش داشتم پادکست تیووان دیس پاست ویکند فکر کنم اسمش یه کمدین خیلی باحاله یه آی دکتری آورده بود دکتر جفری لانگ که کل ریسرچش در مورد کیس هاییه که در واقع اندی شدن تجربه نزدیک به مرگ دارن و جالب بود برام وقتی که این اپیزود رو شنیدم و گفتم حالا خودمونم در موردش صحبت کنیم سرچی که من کردم و حالا چیزایی که این آقای دکتر میگفت یه چند تا پوینت خیلی چند تا پوینتی هست که این افرادی که تجربه اندی دارن همشون تجربه میکنن در واقع اندی میشن تجربه میکنن اولیش اینه که مرور شدن کل زندگیت به صورت خیلی شفاف واضح و سریع همه اتفاقات همه تصمیماتی که دا گرفتی مرور میشه دیدن دوستان یا حیواناتی که در گذشته دوستشون داشتی و فوت شدن اونجا میبینیم تونل و نور خیلی ها یک تونل... نوری رو توصیف کردن که حالت تونلی میشه و یه نوریه که خیلی شفافه اه که حالا توصیفی که کردن اینه که تو دنیای واقعی اگه اون نور باشه خیلی چشم میزنه ولی تو اون اه تجربه خیلی این نوره اتفاقا آرامش بخشه و یه حالت س... آره سلح داره دیدن بدنت از خارج از, از بالا اون درون شاتی که گفتم دیدین تالا همچین چیزی رو تو خود تو خواب, خواب, آره. خواب دیدین خوابه. اصلا کلا همچین چیزی رو دیدین خواب یه یکی دیگه خب من پیرو مثلا نه و بعضی ها تجربه میکنن که باید تصمیم بگیرن حالا آخر این تجربه هم که بمونن توی این فضا توی این دنیا تو هر که هست یا اینکه برگردن بالا بعضی هم این آپشن رو بهشون نمیدن اونایی که آپشن رو بهشون ندادن دیگه کجا فهمیدیم خیلی بیا ما این آپشن رو ندادن ما خیلی کشتن دیگه ما که مردیم ما که حالا یکم در مورد این آقای دکتر لانگ بگم که ایشون چقدر خوب شد اینو زدی چون من پازش کرده بودم یه راست بکنم دیگه رکورد نمی کنم چی رو زدی؟ نه زدم همه آره. رو زدم این یکی اوکیه؟ آره, آره. آره. آخی ما به یک کم من نیاز داریم اینجا خدایی هی hey, جیمی آره خب آقای لانگ به همراه همسرش تقریبا یادم رفت چه سالی ولی تقریبا 25 ساله که یه فاوندیشنی را انداخته به نام NDE رف وبسایتشون هم همین هست ndrf.org که میشه ND Research Foundation و اینا میان یه پرسشنامه خیلی بلندی و در اختیار کسایی میذارن که تجربه ND داشتن یا ND, nd... چون خودش تجربه داره حالا به زبان خ... همه زبان هم تقریبا هست فارسی هم هست که میتونید در فارسی شما بنویسید و یه عالمه کیس هست که میشه رو وبسایتشون برید بخونید و در واقع بیس تحقیقشون همین ساب هایی که افراد میکنن از تجربیاتی که داشتن حالا میتونه درگذشته باشه یا حالا خیلی اخیر اتفاق افتاده باشه این استاد چیه دکتر خودش دکتر ریدیشن آنکالوجیست فکر کنم میشه پرتو متخصص پرتو درمانی آره برای حالا سرطان و اینا. یادم رفت ایالتیه ولی آمریکاییه نزدیک به چهار هزار تا کیس رو تا حالا روشون تحقیق کرده از طریق این وبسایت با یه آقایی توی ایران توی کرمانشاه کار میکنه ایشون هم محققه و یه سری از دیتا هایی که حالا پیپرای یه پیپر انگار با هم نوشتن و اه، اه، یه سری دیتا رو ایشون رو برده برای اینکه میخواسته یه سمپلی بیاره از آدمایی که عقبه مذهبی داشتن عقبه مثلا شیعه داشتن و جالب بود برام چه چیز سیگنیفیکنتی داشته این که عقبه مذهبی داشتن یعنی میدونی در موردش یا نمیدونی توی،, توی اون کیس هایی که اولا که بگم به نظر من حالا این سامپل سایزی که کلا چار هزار تا نسبت به تعداد مرگ و میری که میشه یا نسبت به تعداد افرادی که کلا تو دنیا هست خیلی عددی کمیه آخه چقدرش نیر دث آره تجربه نزدیک به مرگ نمیدونم تعداد شود آره اونم اونم هست ولی خب آره از یه ولی آه... خب راست اینقدر تعداد مرگ زیاده که آه، آه. اونا دیگه بهشون ندادن نه... دیگه آپشنال ندادن به اونا اون تا آره رو نمیتونیم برامون آه. بعد چی بود سوالت ایمان بباشید گفتن کسایی که عقبه مذهبی باشه آره اون تحقیقی که شده بود تو ایران جالب بود به خاطر اینکه همه اون افرادی که عقبه مذهبی داشتن صرفا تجربهشون حالت مذهبی نداشته هم. یعنی تجربهشون خیلی نزدیک بوده به آدمایی که تو غرب بودن حالا آدمای تو غرب هم میتونن مذهبی باشن میتونن مسیحی باشن مذهبای دیگه نه ولی ما کلا از یعنی یه داستان دیگه حالا یه پروسه دیگه رو تعریف میکنن برای شیعه مسلمان. دیگه آره که خیلی شبیه دیگه شبیه نه اون که فکرم اون که آلکراس یعنی این خیلی دیگه تعریف شده است اینکه فیلمش برات پخش میشه رو یعنی ما از تلویزیون و اینا میدونیم توی یه چیز مذهبی ما نگفتن چرا فکر کنم برای مثلاً یعنی شیعه اینه که تو شب ق... اول قبل میان بالا سر دو نفر بعد و میبر... اونا میبرنت نه اون واسه واسه وقتی که دیگه دیگه رفتی نه ولی ولی ش... واسه نیردت من شنیدم که حالا یکی از یکی از حالا اماما رو میبینی یه مثلا پیامبری میبینی آه. Okay. من فکر میارم برزخ نزدیک ترین چیزی باشه ولی شاید اونم اشتباه کنم شور خب آره فقط یه تعداد کمی از اون افراد بودن که یه سری علم علمان. های مذهبی حالا شیعه به خصوص اونجا مثلا دیده بودن ولی بقیهشون که بازم مذهبی بودن نه بیشتر همین تجربیاتی رو داشتن که اکثر آدما توی کشورهای دیگه با فرهنگهای دیگه با مذهبهای دیگه تجربه داشتن و توی این دیتا ستی که ایشون داره تو وبسایتش هم جالبه به خاطر اینکه توی اون پرسشنامه ای که داره خیلی از آدمایی که پر کردن پرسشنامه رو صرفا دین نداشتن مثلا نوشته که شما عقیده داشتی به دینی میگه نه سوال بعدش هم اینه که بعدش حالا عقیده پیدا کردی به یا نه جالبه که بخونیم خیلی هست من رندم هی میرفتم چندش میکندم بعضی هم خیلی دار و سنگینه رو داری در صدشو یا نه نه اونو ندارم هم. و توی چیزایی که دیدی بعد از اینکه این که اتفاق افتاده معمولا آرس یا نه آره یعنی رفتن مس... یعنی رفتن, رفتن مذهبی آره نه بابا آره, آره. 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 آره حالا بفتام. قبل از ما قبل ضبط رو پخش کنیم اون روزی که ما قبل تا رو پخش کنیم روز بورد شرایط رو مهیا کنیم برای اون اتفاقی که برشت... اون روزیه که خودکست این شلی که داره رو میشکونه و میره و مثلا وارد ویو مثلا میلیونی مالن... میشه نه دیاره آروم باش الان فقط بلایند ایتی که ویو میلیونی میگیره هیچ دیگه میگیره از یک تا به خود چند آره فقط اونه ما مثلا میتونیم به 50 60 برسیم فکر کنم حالا تو جیبت اون رو رد ده... کنه حالا تو جیبت هم انقدر 50 60 هزار تا ویو برای صحبت قبل زفت. از زب بیشتر بیشتر, بیشتر. کم لطف کم لطف تو زبان بدن تو خوب کن ما انقدر ویو <صح Menu> میگیری نه نه خب برو برو <صح> رشته ای که الان از دست میاد ببخشید نه داشتین در مورد گفتی که آدم بیشتر مذهبی میشن مذهبی میشن آره مذهبی گفتی رفتی کیسا رو نگاه کردی چند تا رندوم در مورد مذهبی شدنشون بعد از ام دی اندی آره آه من وقتی داشتم به حرفای آی دکتر صحبت میکردم ام... گوش میکرد بعد بگو زبان بدن بده چند جمله ساده را چقدر حواسش جمعه حالا گوش میده بگو دوربین اون فهمید به حرفای دکتر صحبت میکردم من رو دارم اتفاقی دیگم بیفته ایشون حواسش جمعه ببین این الان شیشت تا داره نگاهش نکنید من میبینم این سطح استرسشو چهار دیگه کجا چهار دیگه بهتون نشون میده بعد از ایشون در اپیزود میره ببین من اینا رو هم بگیدا که بقیه حواسشون پرد میشه ایمان برشون میگردونه سمت آره این بود که حالا تجربه شخصی خودم به خاطر حالا یک عقبه ای که خودم داشتم در مورد حالا مذهب و ایمان انداخته این چیزا و حالا عقاید یا حالا هرچی که الان هست تو ذهنم جالب بود برام به خاطر اینکه ح... ای که حرف می میتونستم ربطش بدم به به دین و همزمان میتونستم تو ذهنم مثلا به چالش بکشمش که چی داری میگی و این بود که برام جالب بود چون من فکر میکنم که کلا دو دسته آدم داریم دسته یک و آره دسته یک میدونن چیو حالا بهت میگم خب دوم تو حالا نمیدونن بالا جمع دسته دوم نمیدونم من خودم رو تو دسته دوم میدونم در مورد آقا چیو نمیدونم <تصفح> در مورد بعد از مرگ بعد اینکه با... بعد مرگ چه اتفاق میفته اون دسته اولی که میدونن باز دو بخش میشن آه همه با من گم نشدی که فهمیدید بله شما بگید همینطوری اونایی که میدونن دو بخش اولشون میدونن که یه اتفاقی میفته <applause> یعنی یه چیزی هست و یه تموم نمیشه بخش دوم میدونن که هیچی نمیشه مطمئنن آه. که آه. اونایی که خاموش میشه میره دیگه من تمام. من فکرم اونایی که میدونن هیچی نمیشه تو دسته نه دیگه میدونن نه اونا میدونن که هیچی نمیشه نمیدونن نمی اگناستیک اینا آره میدونن که نمیدونن آره با. و... ام... من برام جالب بود من ام... به عنوان کسی که حالا زیاد نمیدونم اون دو گروه که با اطمینان حالا نقطه نظراتشون رو میگن واسه بعد از مرگ برام خیلی جالبه هر موقع حالا تو هر بحثی بوده و اینا خیلی برام جالبه وقتی که میگن برای همین این, این پادکست هم که شنیدم خیلی تاپیک جزایی بود برام به این احساس میکنم تو اصلا مهم نیست که چه تاپیکی باشه چیزی که یه نفر با اعتماد به نفس نمازش صحبت میکنه کلا بشنوی آره کلا برد... اصلا یعنی مؤنی... الان حداقل برای من اینطوریه یه کسی که با اعتماد به نفس میشینه چرت و پرت هم میگه من واقعا دوست دارم ده. یه جاجش میکنم آ بهش یعنی تو ذهنم دارم به یارو میخندم تو شهر زیاد داریم آدم خب همون دیگه همین دارم, در... دارم میگم گوش سم... میدی گوش میدی ولی خب میخندی نه حالا این اندی من خودم میگم اون موقعی داشتم در موردش میشنیدم حرف زدم این بود که خب این حتما مغزه که داره این کار رو میکنه یعنی یه چیزی هست توی مغز که داره این پردازش رو میکنه و ما هنوز ازش خبر نداریم جالبش اینه که وقتی که حالا اون مرگ بالینی بود که گفتم بله. اتفاق میفته و در واقع دیگه خون جریان نداره تو بدن بله. بین 10 تا 16 ثانیه طول میکشه که دیگه خون به مغز نرسه و چیزی که ما تو دانشگاه خوندیم وقتی که دیگه خون به مغز نرسه دیگه یعنی کارم نداره کار, کار نمیکنه و سیگنالی هم اینجوری که خوندم از مغز نمیگیرن وقتی که دیگه اون اون مرگ اتفاق افتاده و اینکه این که ای اتفاقات همچنان میفته باز خیلی جالبه از... از, یه دیده دیگه برای من جالب بود برای اینکه میگم همیشه اون بخش دینی شو شنیده بودم مذهبی شو شنیده بودم یه از اینایی شده. که اینجوری هم گردش خون که قطع نشده <applause> چرا دیگه وقتی که قلبت دیگه بسه دی آره. قلبت هم دیگه آره. 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 یعنی همه اینا توی اون 16 ثانی اتفاق میفته و حتی بیشتر یعنی بیشتر... طرف میتونه نیم ساعت مرده باشه آره. میتونه نیم ساعت لقه مرده باشه آره. آره. اصلا نمیدونستم بابا این یعنی چه دقیقه گردش خون ندارن بعد برشو میگردونن آره. با مرتزه تا مثلا تا سردخونه میره مرتزه نه یه, اسمی یا رو تا سردخونه میبرنش بعد چیز میشه یعنی کیسایی حالا من شنیدم کیسایی بوده که طرف دیگه اناونس شده که طرف از ولی بعدش چیز شد من بچه بودم این اون ته بهش دادن آپشنو که چی که بمیرم بعد همه فکر کنم هم مردم اینا بعد خاکم بکنن اون زیر یهو بیدار شم و همیشه تو ذهنم بود اون موقع گوشی نوکیا بود حالا وسط بحثه میگفتی بذارن تو همیشه تو ذهنم بود که چند تا باتری شارژی برای من بذارن با یه گوشی با سیم کارت سیم بتونم آنتنش هم بدم بالا از اون زیر بگم منو زخم کاری بازگشت و فرهاد تو دبیرستان دبیرستان بود نه بود ما 7 سال پیش که یکی خاک کردن زنده بود الان که فکر کنم مثل کارای مایکل جکسون نه یه سریال ایرانی بود بعد یه لوله زدن از کنار قبر اینا که اکسیژن بتونه داشته باشه بعد یه گربه اومد لوله داستان یه دونه بود که خیلی توی ایرانی داشتی که مرگ و فیک کردن یعنی طرف گفتم مرده بعد مثلا یه زیه یه خاک کردن بفهم چون طرف مثلا بدهکار بوده بدهکار بوده دوز بوده پول مردم بالا کشیده خیلی داشتیم فیلم داریم خیلی زیاده یکی از این اپیزودهای کربیو انتوزیازم که لری دیوید خرب چیز میکنه چی اتفاقا خراب شد بعد یکی از دوستاش همه رو دعوت میکنه به فیونرالش به مجلس ختم. ختم, خودش که زنده است و میگه آقا چرا داری این کار رو میکنه میگه من شما بعد که من مردم بیاین در موردم خوب بگید و اینا همین الان بیاید یه مهمونی میگیریم و خودش هم شرکت نمیکنه خودش تو اتاق داره با دوربین میبینه جالبه آها داشتم میگفتم این اون بخش علمی بود که کمی برای من جالب بود بخش دینیش هم برای من جالب بود برای اینکه آدم های مختلف حالا تو کشورهای مختلف فرهنگ های مختلف و مذهب مختلف صرفا تجربهشون نزدیک بوده به هم یعنی این اون الیمنت هایی که من گفتم و بیشتر حالا تجربه میکردن تا اینکه مثلا اگه, مز... اگه م... مسیحی بوده چه میدونم حضرت مسیح رو ببینه اگه فلان اه... مجزا از عقب و دین و که آره بوده. اینم این جالب بود تجربه ام... ام داشته. و تو ذهن من یه جوری حالا این شکل گرفت که این کلن اندی یه چیزیه که فراتر از هم دین انگار هم علم ولی خب من کیم چه نتیجه گیری کنم حالا میگن زبان بدنش شما اون ور ببین زبان بدن رو نگاه کنیم زبان بدن به بدن ببنده با من دارم میخواد چرا خنده کار رو داشته باشید ایشون کی خندیدن <applause> نه شنیدم تا دیگه خیلی میگه ماهی شاده روی تر از من آره بابا بشاش. آره حاجی دیدی تا یاد <تص he encaps shotgun> چیز افتادم مامانم ایمان دیده بود آره اینه گفتی گفتم گفتم بگو نه نه بگو, بگو. بگو. <applause> <تص <done> آره <ببوح millet> بابا این همسن تو یه مدرسه چرا اینقدر این شاد تو نیستی من میخوام بگم چرا بگو واقعا من هفت دولت آزادم ایشون نیست نه این دلیلش اینه یه من میشم تجربه نیر خودم بگم که خودم سر خودم آوردم آره آقا یه چیزی مود شده بود توی فیسبوک همون سال اولی که ما اومده بودیم من هنوز مدرسه میرفتم بازی نهنگ آبی نه که تو میشستی یه مثلا نفس عمیق میکشیدی بعد یه وای میسادی نفست کامل میدادی بیرون بعد یکی دستشو میذاشت یه روی گلوت خفه می شدی و پساد می کردی و من یه بار اتفاق برام افتاد یعنی من این کارو کردم آره نکنید این کار ای نه, نه آره آره دیسکلیمر لطفا این کار نکنید خیلی خطرناکه میتونید از بین برید میتونه مغزتون دیگه؟ نه دیگه نگه <applause> <applause> میزنه عقب اینطوری که تو نفس تو توی لانگت خالی میکنی کامل و دیگه نفس تو میگیری یکی هم گلو تو میگیره فشار میده که دیگه نتونی نفس بکشی با یه نرمی و تو پساد اوت و من قش کردم و افتادم خب مرز به اینکه نمیری چیه یعنی همون دنتیک می گفتی دیگه ولد میکنن بی دی اس و اینا تمرین میکنن نه no, نه no. و این این خ... میگم من هیچی نمیدونستم دیگه یکی از ایران اومده بودیم تازه به اون میگفتم بیاین این کارو بکنیم فکر کردید جذاب باحاله و من همینا رو دیدم من اول یه صدای خیلی بلندی تو ذهنم بود اه. یعنی میشیدم یه صدای مثلا تکنووار میدیدم و یه نوری دیدم و رفتم اوه. و توی دفتر بهداشت بیدار چرا تو واقعا آره من, من تو نفس آره آره نه نه, نه، من که زنده بودم من یعنی ولی بیهوش شدم کامل قشنگ آره و خیلی فاکو فامیلو و, و دوست چقدر رفته بودی مثل اینکه ده دقیقه آره و خیلی من موقعی که بیدار شدم فهمیدم چیکار احمد گفتی دفتر, دفتر بهتاش آره، تو مدرسه بود آره،, آره آره تو مدرسه این کاری کردیم آره. و بعد همه مثلا این بودن که بیا برام اون بکن بیا اوه ول کنی حالا من یه حماقتی کردم یه. آره ولی بعدش فهمیدم که چقدر کار احمقانه ای بوده ولی اینو اینو ش... یعنی یه سری صدا میشنیدم و اون نوره رو دیدم و رفتم آره جالب آره شاید نمیدونم نیر دث که 100 درصد نبوده ولی این این نوره رو دیدم آره نیر نیر دث بوده close to death دیگه تو اکسیژن رو از مغزت شیز میکنی، دیگه؟ مغزت رو در واقع صاف کنی آره همینه من برای عمل که بیهوش میکردم، من قبلش نگران بودم اون مثلا چند ساعت عمل ما اصلا نگران نبودیم نه من نگران بودم مثلا یه فکرای عجیب غریبی بیاد تو ذهنم و من مثلا اذیت عزید شم تو فکر اوکی ولی هیچی سیاه بود خیلی حال وسط اول تو من از فرهاد پرسیدم گفتم ما باید نگران باشیم گفت نه گفتم, گفتم. نمیدونم آخه همه نگران بودن آره تو فیلم یه, ما... یه جو نگرانی, نگرانی بود. بود اونجا توی ما ولی اصلا نگران نه, نه من, من وسطش برام واقعا سوال شد تو بودم که حاجب. خوب سوال که ما ولی بعد آروم شد سری نه من خودم با این نیت اومده بودم که نگرانی دیگه پای دیگه حالتش من اینقدر نگران بودم رفتم آره ایشون <applause> <applause> این نتونستم تعامل و... کن گفتم برو برام مهم بود دیگه خب جو خیلی سنگینی آره. بود اونجا خیلی سنگ خیلی سنگ یکی دو تا نکته دیگه بگم این و این بحث رو جمعش کنم در ادامه اون معلمان شد قسمت هایی که جالبه برام اینه که تحقیقاتی که حالا تو بچه ها چون بچه ها هم احتمال داره که برها به هر دلیلی تصادفی بشه هر دلیلی اندی بشن اینه که اونا این تجربه را دارن و باز مشابه بزرگ تجربیاتشون و باز این عجیبتر میکنه کار را به خاطر اینکه بچه ها نسبت به بزرگتر زیاد مثلا داستان فرهنگی و مذهبی و اینا هنوز تاثیر نذاشته آره. روشون و اونا هم مشابه اونا هم مشابه بزرگ ساله دارن تجربه خودشون میگه شده تو مغز آره اه... ببین من حالا من چیزی که در مورد این یکی دو تا داکیومنتری در موردش قبلا دیدم اینه که تو موقعی که اتفاق برات میفته مغزت واقعا یه کمیکالی ترش میکنه که دلیل این دل... دیدنا میشه یعنی تو واقعا یه چیز یه عقبه علمی احتمالاً یه دلیل علمی داره احتمالا ولی نمیدونم من... آره منم منم اینو شنیدم و اینکه یه مثل اینکه یه دراگی هم هست که اینو شبیه سازی میکنه این این تجربه رو با ت شروع میشه تریا اتفاقا در مورد دراگ ایشون صحبت کرد یه وبسایت هم داد به نام بفرمایید e org که مثل اینکه همه مواد مخدر اونجا هست و اگر که حالا کنجکاو باشی که بدون مثلا فلانی که یه چیزی رو مصرف میکنه چه چه جاله چی رو میبینه چه تجربه داری میتونی بری اونجا دقیقا خیلی واضح نوشته و میگفت توی این کیس ها این تجربیات اندی نه افرادی که ازشون سوال پرستون پرسش نامه نه مثل خوابه آره. حال که حالا خوابایی که میتونیم لوسه دن باشه نه مثل هایی شدن رو مواد مخدرهای مختلف اینم اشاره کرده بود بشه نکته بعدی هم اندی در افراد نابینا یا کمبینا بود خب که افرادی که حالا مادرزادی نابینا بودن یا حالا کم بینا شده بودن تو زندگی توی اندی باز نه اینکه ببینن ولی اون اون حس و اون در واقع اون تجربه شفاف رو داشتن از توی اندی شون که باز تجربه مشابه تو میدیوم مختلف آره هم. که این باز مثلا اه... ایوان زیر دارد. آره اینو... یعنی چی مثلا اون تیکه که میگی مثلا از سواره از بالا دید و اینا اونجا میدونیم چه جوری اتفاق میفته یا اونا حالا نمیدونم حالا به اون شک داشتن یا نه ولی اون اون حسی که بقیه تعریف میکنن که حالا مثلا یه یه روشنایی که شاید ایم. نشه ولی اون حالتی که مثلا اون آرامش بوده یا حالا هرچی و اونا هم تجربه کرده بودن که بازی نه برای من جالب بود اه... آره اینا نکاتی بود در مورد حالا این تحقیقی که ایشون داره میکنه روی کیس های حالا 4000 کیسی که گفت و حالا اون کیس هایی که تو ایران بوده یا کشورهای دیگه حتما دارن تحقیق میکنن 4000 یه سری باگ داره حالا تحقیقاتش چیزایی که من به ذهنم رسید یکی اینکه تکیه میکنه به حافظه افراد و اه ما حالا خیلی هم تو خود از صحبت کردیم که خاطرات ما تغییر میکنه تو مرور زمان خیلی از این پرسشنامه هایی که پر شده خیلی سال بعد اون اتفاقه آها آها. مردم مثلا پیدا کردن این وبسایت هست و اینا و خب این سوال تو ذهن من اومد که خب شاید مثلا یه سری اینا تحریف شده باشه ناخواسته توی ذهن اینا رو صد درصد مطمئنیم که این چهارزار نفر داشتن اینو یعنی مدیکلی رفتن و سابمیت کردن که بهشون مطمی یا من ایمانم میتونم برم یزی سابمیت کنم ببین مدیکال نیست میتونی بری سابمیت کنی ولی این اتفاقا ازش پرسید که خب هر کی میتونه بره اینو سابمیت کنه دو تا نکته گفت گفت ما سوالا رو یه جوری طرح کردیم که بتونیم اون فیک ها رو بفهمیم کیا دارن استوری آره فیک بکنن آره این و... که و آره. این اینکه انقدر کوئسشنر زیاده طول میکشه یه هیچ اینسنتیوی نداری که هیچ چیز پاداشی نیست پاداش برو اینا که حالا کوشنر به صورت حرفه‌ای طراحی میکن رشته چیزه باید درس بخونم. اونا میتونن در واقع دقیقا همین چیزی که فرزاد گفت به نقل از این آقاه از روی دیتا و فرض کنید حالا مثلا میانگینه جوابا اینه اگه یکی مثلا جواب چرتی بده از اینجا میفهمم مثلا این داره دروغ میگه یعنی راه آماری هست که بفهمن و اینکه یه سوال به سه مدل مختلف ازت میپرسن آره. آره این نکات دارن بعدیش سمپل باعث بود که فقط افرادی که حالا اینو تجربه کردن و یه تجربه قابل در واقع به یاد داشتن اومدن تعریف کردن شاید و روی این وبسایت ها هست یا حالا هر جایی که این لاگ اینا هست و شاید خیلی دیگه باشن که تجربیاتی دارن که فرق داره و مطرح نشده و یکی دیگه هم این که قابل تکرار نیست یعنی من حس میکنم حالا وقتی که یه تئوری میخواد علم بشه اینجوری این پروسش اینجوریه که یکی میاد بررسی میکنه پیپری می‌نویسه بعد میگم اوکی یه سری محقق دیگه یه جای دیگه دنیا میگم باشه پس ما هم سعی میکنیم ببینیم اینو میتونیم دقیقا و خب این یه جوری که نمیشه ام... دوباره اتفاق بیفته اونقدر ساده نیست برای دانشمندا که بتونن دیگه... آدما رو به نیر دث برسونن ام... اون سریالی که من میدیدم میگم حالا به خاطر فیکشن بودنش این بود این کارو میکردن آره میخواستن این کارو بکنن که خب ایمان هم سعی داشته در سالهای اول مهاجرت این <تصفح> انجام بده ولی نه داشتم همینه بهت میگم دیگه ما که اومدیم اینجا کسی به ما نگفت چی کار کنید چی کار نکنید ما فقط ما فقط داشتیم سعی میکردیم بلندین بکنیم به شما نگه چی کار کنید نه دارم بهت میگم نه 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 ببین تو اون سن, دیگه سن دیگه دیگه. 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 تو اون سن تو وارد یه ها... یه دونه فکر کن دبیرستان میشی که هیچکس رو تا به حال ندیدی به من میگفتن خودتو از وسط وا کن که بلندین کنی با اینا بتونی هنگ اوت بکنی هم احتمالا خودم از وسط وا آره اصلا یه, یه, چیزی هست آره کردی. آره، شاید کردی شاید <تصفح> همه بزن واقعا بزن... تو هر کاری که میکنی که بلندینگ کنی با اینا. اینا،, اینا،, اینا. تو بتونی اینا، اینا، اینا. جزوی از این سوسایتی باشی دو نفر تو اصلا تحویل بگیره خیلی سخته ببین فکر کن از مثلا از مدرسه از ایران میای تو و تمام کسایی که هستن یا مثلا بزرگ شدی یا با هم دیگه دبستان رفتین بعد اومدین راهنمایی یا مثلا چه میدونم انتشون رو باشون فوتبال بازی کردی یه اکسپرینسی داری از یه جا اومدین آخر با یه زبون صحبت میکنی یه نفر از یه جای دیگه ایران اومده نه زبونت صحبت میکنه اصلا تحویلش میگیری هر کاریو که مثلا ما احساس میکردیم می با حاله انجام میده ببین یه دفعه اومدن من خیلی خاطره های اسکول دارم یه دفعه اومدن یه رو گشتن ریختن اصل لاکرا رو گشتن بجی تو لاکرای ایرانی ها پر از قلیون آره قلیون خیلی بود تو لاکرا مدرسه انقدر ایرانی ها به خاطر اینکه مثلا ای واز کول دیگه که تو مثلا آدم بد یعنی کاری آره بد بوی باشی تو اون سن جالب بود ایران که یاد نمی اومدن میگشتن چی پیدا میشد آره فیلم سوپر فقط پول فقط <تصفح> راهنمایی دایبی آره وای با راهنمایی ما دیای تا بین کتاب با آبرو پیدا کرد با آبرو یادم نیست علی بچای اسم فیلم با آبرو, با آبرو, با آبرو, آبرو بگو اسم بچا اسم فامیل بگو کیا سام <تصفح> درخشانی اره. اون تو مدرسه ما بود دیگه درخشانی که بازیگر بازیگر آره ببینم شما یعنی سی دی میبردین و میبردین راهنمای سی دی بود راهنمای سی دی بود گوشی آره. بود اون موقع بچه‌ای که پول دار بودن نه موتورولا نه راهنمایی کسی نداشت چرا نه من یادم راهنمایی نداشت چرا, چرا؟, چرا؟ تو بوده؟, بوده نه نه من ما... نداشت ما داشتیم <تصفح> راهنمای تو موبایل داشتی من نداشتم ولی بچه‌ها داشته داشتن, بچه ها. داشتن. بچه ها. من ما تو مول پی 990 بود چی بود اون سونی ریکسونه؟ آفر 910 و 990 بود موتورولا وی 3 بود که خیلی خوشگل بود فکر کنم سونی نه دبیرستان بود گوشی دایی ما سال آخر راهنمایی دایی این دو سفت داشت که گوشیش آپگرید کرد و من تو خونه داشتم یعنی مدرسه و اینا که سیجه سنش بود و من, اصلا سینکار ش... نداشتم نه بچه همون ممکن از یکی از بچه ها, بچه ها گرفتم داشت داشت بعد توی گوشی این خب هم وقت فیلم و عکس و اینا بود بعد که کشون ها دفتر جواب چی بده خوبه شما اصلا چرا گوشی من نگاه که شاید عکس مادر خواهر من اون تو باشه قشنگ گفت خیلی عشانگفت. آره چی شد؟ اخراجش کرد <applause> <applause> نه بابا با. نه با با خیلی با با مدرسه ما خیلی بد رفتار میکرد اخراجی مثل اخراج دو سفته ای میکردن ولی اون یه تایمی بود که الان موبایل داشت یه کمی سمارت میشد میشد یه کارایی کرد که همه هیدن, هیدن فولدر میشد دفتر به برن پیدا نشد یه دارم من از دبیرستان هما ببین در هما که دیگه هتل هما معروف بود دیگه یه جای عجیب غریب بود از همه قش آدم میوادم از غیر انتفاعی بود بعد ما فکر کنم اینو چندین بار جاهای مختلف توضیح دادم ولی انیویز میریختن یهو کلاس ها رو میگشتن گوشی ها رو میگرفتن بعد این بود که ما توی یه راه روی بودیم و کلاس ما آخرین این یعنی در ما آخرین این راه رو بود از این صداهای بیرون میفهمیدیم که یه ولوله ای داره به وجود میاد و فلان و اینا آقا یکی اومد گفت دارن گوشی ها رو میگیرن ما هم تو این ورون و هنوز معلم ما نیومده بود به همه گوشی ها رو گرفتیم ببین دم تخته سمت راستش یه کمد بود که اون بالای بالاش این یه در جداگونه داشت اینو انقدر بد ساخته بودن کشوش چیز داشت شیب داشت, شیب داشت. آقا ما موبایل ها رو همه رو گذاشتیم اونجا ریختن تو کلاس ما همه رو گشتن یه دونه گوشی پیدا <تصفح> <تصفح> بعد نازمه سگ اسمش اصلا یاد نمیاد رفته و ورس جلو تخت ها و ایستاد من به شما افتخار میکنم شما کلاس نمونه این باری که شما به شما دارید چیز میکنید درس میخونید فرانه ببین این به خاطر ای کجو دره وا شد یه اینو آبشار گوشی میری بالا دی این باورش نمیشه نیرد اکسپریانس واقعا یارو نیرد اکسپریانس این باورش نمیشد آقا همه ما رو جمع کردن بردن طبقه آخر این مدرسه ببین یه مدرسه خیلی بزرگی بود برای فکر کنم مثلا 100 تا دانش آموز مثلا 90 تا کلاس خالی داشت یه دونه طبقه بالا بالا داشت که به عنوان انباری از این استفاده میکردن آه. کل طبقه بالا هزار تا مثلا امتحانات تو هم و فلان آه. و اینا آجی ما تمام کلاس های پرورشی اونو میبردن اونجا رو تمیز کنیم بعد بگم که ما رو بردن بالا که هرچه گیتار پیدا کرد شروع کردیم گیتار زدن و رقص نازمه اومد همه کرد بیرون اصلا ببینید یه کارایی میکردیم ما یه یه بار بشینم تمام خاطرات مدرسه ما بگم خاطرات هتل هما که ببین اصلا واقعا ما آدم ها رو به مرز جنون میرسونیم تو هتل هما شما چه بودیم هتل پویا آها پویا بعد دیگه سال دوم مامانم عوض کرد نه سر تو اینجا داری هرز میری گم شو برگرد رشان دیگه هرگستی آره هم که اومدیم خارج یادش بخیر دوستان عزیز دمتون گم یک ساعت و نیم اپیزود شد گفتیم خندیدیم از هفتمون گفتیم موضوع داشتیم دیگه نمیدونم دیگه با براتون چیکار کنم دیگه نیونی با یا علی دیگه دیگه آره دمتون گم مرسی که ما گوش میدید ما اپیزود بعدیمون احتمال اپیزود اسپشیال باشه دیگه 365 روزونه یه تاپیک نری تاپیک چی تاپیک اون سو صبحونه ای که خوردیم و نوشته هایی که رد و بدل شد بله بود دیگه هر کی چه تا تاپیک خب بگو بگو برس به تهش آخرش چی بود من دو تا در ما فرزاد یه دونه من یه دونه من که خداوکیلی من دارم بحثا <أتلاح> میچرخونم دیگه <أتلاح> دیگه نیازی به تاپیک ندارم من دیگه یک ساعت اولی صحبت کردم میتونیم صحبت کنیم بذارید اینو بعد اپیزود صحبت. من که بعدش سوال بیاد که سوال پیش بیاد که فرها چی پس فرها زواج گفت نمیتونه گفت من, یه میام یه بوز آره فقط صبونه دمتون گرم مرسی که تا اینجا اپیزود با ما بودید تا اپیزود بعدی فعلا خدافظ 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 زن زندگی آزادی فرزاد بابا بی‌تربیه فرزاد جان